سلام بچه ها، خیلی سریع بریم سراغ اخبار. اگه دوست داشتین پست رو لایک کن و تا انتها همراه من باش که خبرهای مهم میداریم امروز. در ابتدا میخوام از فاجعه در پرسپولیس صحبت کنم. یعنی برای توصیف عملکرد درویش و بادامکی چیزی بهتر از کلمه فاجعه نمیشه گفت. وقتی تو ویدیوهای قبلی من از درویش انتقاد کردم، یه سری ها اومدن و گفتن اتفاقا خوب میکنه که پول زیاد نمیده و بازیکنها رو یه جورایی میشه گفت پررو نمیکنه. حالا من میخوام یه بار دیگه عملکرد درویش رو یادآوری کنم. دیگه قضاوت با شما. پرسپولیس تو این نقل و انتقالات در تمدید قرارداد با 3 تا از بازیکنهای خودش، یعنی دانیال اسماعیلی فر، مهدی ترابی و علی نعمتی، شکست خورد. یعنی ما اگه بیرانوند رو در نظر نگیریم، پرسپولیس 3 تا از بازیکنهای تیمش رو به راحتی از دست داد. اما تو بحث خرید بازیکن، درویش و بادامکی دقیقاً چیکار کردن؟ پرسپولیس هنوز که هنوزه هیچ خریدی نداشته. اونا خیلی زود آقای پور رو از دست دادن و کنار کشیدن تو ماجرای جذب آقای پور. علی پور هم که بازیکن سابق پرسپولیس بود رو هنوز که هنوزه نتونستن جذبش بکنن. با هیچ بازیکن خارجی هم به توافق نهایی نرسیدن. و اما بزرگترین شکست اونا بر سر انتقال مهدی لیموچی پرسپولیسه. این بازیکن رسما مصاحبه کرد و گفت پرسپولیسیه و دوست داره به این تیم بیاد و همه جا هم این موضوع رو اعلام کرد. اما رضا درویش نزدیک 1 ماه داشت با آلومینیوم بر سر انتقال لیموچی چونه میزد. در نهایت هم اینقدر این ماجرا طولانی شد تا سپاهان دست به کار شد و لیموچی رو هایجک کرد. درباره گیولسیانی هم جالبه بدونید که درویش اصلا قصد تمدید با این بازیکن رو نداشت، اما بعد از عملکرد خوبش تو یورو نظر مدیریت عوض شد. اما هنوز که هنوزه یه مذاکره درست حسابی با گیولسیانی برای تمدید قرارداد انجام نشده. شما فکر کن طرف بهترین مدافع تیمت باشه، برات گلزنی بکنه و پنالتی زن اول تیمت هم باشه، تو یورو هم واسه درآمدزایی بکنه، اما چند روز مونده به شروع تمرینات تیمت هنوز با این بازیکن یه مذاکره جدی نکرده باشی. وضعیت به قدری خرابه که هواداره پرسپولیس دیگه صبرشون تموم شده و امروز جلوی باشگاه تجمع کردن و به وضعیت موجود اعتراض داشتن. و اما در رابطه با استقلال، خب وضعیت آبیا از چند روز قبل بهتر شده. استقلال بر سر انتقال سامان فلا با گلگوهر به توافق رسیده و با رامین رضاییان هم مذاکره داشتن و گویا به توافقات خوبی هم رسیدن. در مورد باشگاه استقلال قرار شده هلدینگ خلیج فارس مبلغی در حدود 100 میلیارد رو به آبیا تزریق کنه تا اونا بتونن خریدهای خودشون رو نهایی بکنن. این مبلغ اگه به موقع و نهایتاً تا فردا شب به دست آبیا برسه، باید منتظر نهایی شدن انتقال سامان فلا و رامین رضاییان به استقلال باشیم. اما اگه هلدینگ بدقولی بکنه و پول به آبی‌ها نرسه، وضعیت استقلال دوباره خراب میشه و تمامی این توافقات احتمالاً به هم میخوره. من فکر میکنم هفته پیش رو مهمترین هفته برای پرسپولیس و استقلاله و تو این هفته خیلی اتفاقات مهمی رقم میخوره و وضعیت به طور کامل مشخص میشه. و اما اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودی، ممنون میشم این پست رو لایک کنی و بریم سراغ ادامه ویدیو. تو کانال ها میذارم با رامین کی با رامین باشه؟ بهترین بازی کنه با رامین باشه. بخاطر پرسپولیس، به خاطر بازیکن نمیدیم اینجا بابا. آقا بازیکن میشی چرا میرسی؟ آقا چرا این حرف رو داری میزنی؟ آقا اگه اورونوف نیومده بود ما قهرمان میشدی؟ ما میگیم بازیکن رو میگیم اینجا. آقا فوتبال فوتبال به دلا فوتبال حرفه‌ایه. آقا این حرف رو نزن. سپورا فوتبال حرفه‌ای شده، چرا این حرف رو میزنی؟ آقا ترابی رفت، دانیال رفت، بیان میگی ما به عشق پیرم بازی میکنیم. نمیان آقا. من با پیرم با 20 میلیون خب در مقابل باشگاه پرسپولیس هستیم، تجمع هواداران. آقا چه خبره؟ از صبح اومدین اینجا؟ والا ما صدامون دیدیم به جایی نمیرسه، گفتیم بیام یه تجمع کنیم جلوی باشگاه.
بلکه مدیریت به خودشون بیان اون بازیکنایی که مد نظر باشگاه بگیرن دیگه زودتر. الان امروز هم سرمربی دیشب اومده، الان تیم با 8 نفر میخواد تمرین کنه، چجوری آخه؟ الان همه تیم خودشون رو جمع جور کردن، بستن، استارت رو زدن، ما هنوز هیچ کاری نکردیم. هوادار نگرانه، من خودم هوادارم، 40 سال هوادارم، نگرانم دیگه. الان مهدی لیموچه مثل اینکه با سپاهان تموم کرده، قراردادش بسته میشه، رامین رضاییان هم با شایعات استقلالی بستنش هست، یه جورایی همه تیم‌ها دارن تقویت میشن، درست؟ بله دیگه، قرار بود اینا بیان به یعنی به پرسپولیس بپیوندن. خب هوادار همینا رو میبینه میریزه به هم دیگه، یعنی ناراحت میشه دیگه. به نظر شما فصل آینده با این سرمربی جدید، با این تفکرات که شاید خیلی سخت شناخته شده باشه فوتبال ایران، با همون بازیکنایی که حفظ بکنه پرسپولیس زیاد کاری سخت نیست؟ خیلی سخت میشه. تازه ما لیگ نخبگان هم داریم، ما باید تازه بیشتر هم تقویت می‌کنیم. همون بازیکن‌ها رو باید حفظ می‌کردیم. 3-4 تا خارجی و چند تا ایرانی هم می‌گرفتیم، به تیم اضافه می‌کردیم. حالا ما همه ستاره‌هامون رفتن. مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی فر. دروازه‌بان نداریم. دروازه‌بان نه. مهدی ترابی هم رفت تراکتور دیگه، دانیال اسماعیلی فر. بعدش هم دروازه‌بان، نه دروازه‌بان اصلی الان ما داریم، نه ذخیره داریم، اصلا هیچی نداریم که. بیرامن هم کارش معلوم نیست، بیاد برگرد. آقا یه صحبت با ما میکنیم، شرایط چجوری تجمع کردیم؟ آخه ما دیگه الان نصف ترکیب تیممون رفته، هیچ بازیکنی هم جذب نکردیم، همه بازیکنه با کیفیت بازار هم جدا شدن. دیگه چه اتفاق قراره بیافته که درویش بره؟ آقا داره خیانت میکنی در حق باشگاه. یعنی الان این تجمع برای اینه که آقای درویش برکنار بشه؟ 100% هیچ چیز غیر از این ما نمیخوایم، چون دیگه قبول داره آقای درویش خیلی خونسرده. مثلا نیم فصل قبلی تا آستانه شروع لیگ رفتیم، تازه انتخاب عثمان رو اعلام. دقیقاً همین بوده، ما مشکل همینه کلا تو این 2-3 سالی که بوده، همیشه هوادار هرس میخوره، آقای درویش خیلی راحت و در آرامش اتفاقات بد باشگاه میفته، هوادار واقعا هرس میخوره و هیچ واکنشی هم نداره، خیلی منفعل آقای درویش. و الان خواسته هوادار اینه که فقط آقای درویش بره. چرا؟ چون دیگه هیچ بازیکن با کیفیتی تو بازار نیست، دیگه کیو میخواد بگیره؟ الان اعلام کردن که چند تا بازیکن خارجی میخوان بگیرن، به نظر با کیفیت باشه جواب نمیده. آقا سهمیه ما سهمیه 5 تاست، دیروز اعلام شد که آقا یکی از سهمیه ها به خاطر وحدت هنونوف سوخته، 4 تا. خب نهایت 3 تا بازیکن میخواد بگیره، گولسیانی هم که بره نهایت 3 تا بازیکن میخواد بگیره، کیو میخواد بیاره؟ نصف ترکیب رفت، چه خارجی کیو میخواد بیاره؟ الان میخواد الان این معادله رو یکی برای من حل کنه، با 9 نفر 10 نفر چجوری تمرین قرار شروع بشه؟ چند تا بازیکن جدا شده؟ چند تا جایگزینش کردی؟ مگه نیم فصل این همه نگفتم که مگه الکی با هر استوری می‌ذاری؟ فقط استوری بلدی بذاری؟ پی من از دادی؟ درویش علا کن، پرسپولیس رو رها کن، 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 درویش علا کن، پرسپولیس رو رها کن. در نهایت اگه دوست داشتی چنل رو ساب کن و این پستم لایک کن و مرسی که با من همراه بودید.